یه مقداری از چربی ها رو کم میکنیم که کم چرب بشه و اینم یه دست کامل گوسفند. این از این، اگه خواستید سفارش بدید یه دست کامل سفارش بدید، پایینش هم بگید براتون بزن. خب میریم سراغ مواد اولیه‌مون. سبزی آویشن داریم، سبزی نعنا داریم به اندازه لازم، یه مقداری میتونید بکنید، اگه نداشتید میتونید خشکش هم استفاده کنید. من تازه شو زدم که عطرش داخل گوشتمون بره وقتی که داخل پفر پخته میشه. سیر داریم به اندازه 15 تا 20 تا، البته فکر نکنید که مزه سیر میگیره، نه، سیر باهاش پخته میشه ولی عطر و طعمش روی گوشت میشینه. خلال دندون داریم، خلالا رو هم باید به اندازه تقریبا دو بند انگشت خلالا رو بزنید. و بیام سراغ روغن زیتون یا روغن دونه انگور. من گرفتم ادویه گراماسالا، پاپریکا پادر، سویت پاپریکا پادر، لیمون پادر، پودر لیمو امانی این و پاپریکا، فلفل دلمه‌ای، زردچوبه، ارگانو، نمک و اینم زعفرون سایده شده. زعفرون هم من ساویدم و بذارید اینو بکشم کنار. بیم سراغ مواد اولیه. این خیلی راحت و آسون درست میشه، میتونید داخل فر بریزید. این از این، نیاز به یک مقدار زعفران داریم. میایم سراغ پاپریکا. من درشو باز کنم. پاپریکا به اندازه نوک قاشق چایخوری سویت پاپریکا میخوایم، پاپریکای شیرین، اسموکی اگه باشه خیلی بهتر و خوشمزه ترش میکنه. میام سراغ پودر لیمو امانی، نوک قاشق به این اندازه و ادویه گراماسالا. خیلی کم بزنید چون این خیلی قویه، به خاطر همین قالب میشه، همین نوک قاشق کفایت میکنه. این گراماسالا و میام سراغ زردچوبه. زردچوبه کمک میکنه که بوی زخم گوشت گوسفندی گرفته شه. اینم به اندازه نصف قاشق چایخوری. و میام سراغ ارگانو. ارگانو اگه دوست داشتید هم تازه هم خشکش هم میتونید بزنید. اینم به اندازه نصف قاشق. و نمک هم تو همین مرحله میتونید اضافه کنید، هیچ اجباری نیستش. اینم از نمک فعلا علل حساب، من یه قاشق چای خوری بهش نمک اضافه میکنم. این از این. تا این مرحله میام سراغ روغن. روغنم بهش اضافه میکنم، همین مقدار روغن کفایت میکنه. خب اینا رو کامل من هم میزنم روی میزم و تمیز میکنم و برمیگردم. این کاملا هم خوردش. حالا اینو سعی میکنیم تو تمام قسمت ها اضافه کنیم. اینجا دیگه نیازه که کاملا با دست شروع کنیم ماساژ دادن و هیچ جایی فراموش نشه. یه مقدار آخرش هم نگه می‌داریم برای اینکه آخر سر روی تاپش بریزیم و عطر و بوش کاملا موقع سرو کردن احساس بشه. این از این. این خیلی راحت بود تا اینجا و شما هم راحت میتونید درستش بکنید. حالا میریم سراغ خلال دندونامون. ممکنه بپرسید که این خلال دندونا کارش چیه. حبا سیرمون اینجاست. این از سیرا ببینید به این شکل. یه دونه سیر، یه دونه خلال دندون میزنید کامل بره و این زمانی که داخل فر پخته میشه خیلی خوشمزه و خوش خوراک میشه. این سبک خود جواد جوادی. حالا اینا رو کامل میزنم و برمیگردم. خب میریم دیگه سراغ دونه آخریش. باید جاهایی بزنیم که پرگوشته. اینم از این و اینم از دونه آخری. خب آماده شد و دیگه وقت اون رسیده که کم کم بفرستمش داخل فر. ببینید این کارش به این شکل. خب من فویلم نازکه، سه لایه فویل میذارم. این از فویل و کاغذم هم اینجاست. خب ببینم
یا هم باید بازش کنم. خب این از اون آماده شد. حالا کاری که میکنیم باید بیس کار رو آماده کنیم. برای بیسمون نیاز به کاغذ داریم. اینم دابلش میکنم چون وقتی که پخته میشه آب گوشت رام میفته. این میادش اینجا، اما بذارید اینا رو هم بیارم. قبلش باید یه کارایی انجام بدیم. این سبزی ها رو زیرش نمیخوام بذارم که بسوزه، اینا رو هم از کناره ها میذاریم کنارش به این شکل. این سبزی ها میره کنارش و یه طعم عجیبی رو دست به دست هم دیگه میدن و درست میکنه. حالا این از این و میام سراغ فلفل دلمه ایمون. اینم میره تو کناره ها که کمک میکنه بو زهمو به خوبی بگیره. اینم از فلفل دلمه ای. البته اگه بخواید بعداً سس گوشت درست بکنی میتونید همه اینا رو بریزید تو مخلوط و بعد صافش کنید و سس گوشت رو درست بکنید. این از این، حالا میپیچمش کامل میره داخل فر. ببینید دو تا کاغذ گذاشتم و میبینید برای اینکه خلال لمنا سولاخ نکنه دو تا کاغذ گذاشتم و فویل رو روش میکشم. فویل هم به این شکل میندازم که هم زیرش رو کاور بکنه و هم روی تاپش رو کاور کنه به این شکل. اینم از فشارش میدیم دیگه تقریبا آماده است. اگه دوست داشتید میتونید از این استفاده بکنید، از این پایه میتونید استفاده بکنید. اگرم دوست داشتید میتونید تو همین ظرف بذارید، یا اگرم دوست داشتید میتونید این کارو بکنید. بستگی به خودتون داره و باید مراقب باشید که روغن از زیرش در نیاد. اما کاری که من انجام میدم به این شکل میذارمش داخل فر به مدت کمی کم 2 ساعت. حرارت فرم 180 درجه است. گوسفند استرالیایی یه مقدار دیرپزه. مراقب باشید، میتونید بعدا بیاید فویل رو باز بکنید، چکش بکنید ببینید پخته یا نه. خب ببینید کاملا پخته و خیلی قشنگ شده. اینم از این سیرام کاراملی، خیلی عالی. اما تو این مرحله اون سس آخرش رو که نگه داشتیم میاریم و به این شکل سعی میکنیم که به تمام قسمت ها بزنیم و اینو دوباره به مدت 10 دقیقه تو فر بذاریم که رنگش کاملا تغییر بکنه. این آبم نباید خشک بشه. اینو میبینید این سسشه، این سسشه و چربی بافت گوشته. الان من اینو دست بزنم متلاشی میشه. البته در مورد زمان پختش بهتون میگم گوشت استرالیا گوسفندیش قابل پیش بینی نیست. زمانی هم که برد تقریبا 3 دقیقه برم نه بذار تقریبا 3 ساعت زمان بردش. بعد چرا بهتون دروغ بگم، ما از گوشگی رفتیم بیرون ساندویچ خوردیم. ساعت تقریبا 7 بودش که من گذاشتم، الانم 10 شبه. خب این از این. اما خب فردا رفقامون سر کار حال میکنن. حالا فراموش نکنید طعم روش خیلی مهمه. اینجا کمی فلفل روش میپاچیم به این شکل، فلفل درشت و کمی هم نمک. حالا اینو من دوباره برش میگردونم داخل فر و میام باهاتون خدافظی میکنم. خب حالا میام سراغ قشنگترین جای برنامه، سس داخلشو به این شکل. فقط زیاد نذارید داخل فر بمونه. وقتی که روشو باز کردید به مدت 10 دقیقه هم کمتر، 7-8 دقیقه بذارید بمونه، اون چیزی رو که میخواید به دست میارید. حرارت فرم 200 درجه سانتیگراد بود و به مدت 3 ساعت گذاشتم پختش. اینم از این. حالا میخوام عکس بندازیم، یه مقدار برنجارم میدمش کنار که تو عکسمونم بعدا قشنگ بیفته. خب
اینم یه شیویت پلو ساده بود که کنارش گذاشتم با این و آمادش کردم. دوستتون دارم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. کانال جدیدی هم که دارم راه میندازم برای پخت و پز کردن تو دل طبیعته و میخوام غذاهای ایرانی رو به کل دنیا نشون بدم. با یه شرکت هم صحبت کردم، زیرش سابتایتل انگلیسی میذاره. و اما دیگه خب دیگه ما زیاد پرحرفی نمی کنیم داخل اون فیلم ها، چون بیشتر فیلم هایی که میخوایم اون چیزی رو که داریم به نمایش بذاریم. و به هر حال در مورد مواد اولیه هم که خب یه توضیح کوچیک میدم و فیلم ها جمع میشه. امیدوارم که بیاید اون کانال رو فالو بکنید، لینک همون کانال رو زیر همین فیلم براتون میذارم، میتونید بیاید اونجا و همون کانال فالو کنید. اینا پاپیامونن، بزرگ شدن، یادتونه فیلمشون رو گذاشتم، الان 40 روز گذشت و دیگه آتیشپارهایی شدن برای خودشون. بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. دوستتون دارم و به خدا رزول بیسپارمتون.